بدن انسان، ایلوستریشن بدن انسان هست، قلب اینجا قرار گرفته و دو تا کلیه ها اینجا، یکی سمت چپ یکی سمت راست قرار گرفتن. این تمام خونی که تو جریان بدن هست به کلیه هم میرسه و کلیه به اصطلاح خون رو تصفیه میکنه. اون خونی که تو کلیه میره فیلتر میشه و چیزایی که نباید تو بدن انسان بمونه تبدیل به ادرار میشه و از چیز در میاد، از بدن در میاد. اصولا وقتی که یه کسی کلیهش باید عمل بشه، کلیه که نگاه بکنین یه همچین شکلی داره، یعنی کلیه سالم یا کلیه که پرابلمی نداره یه همچین شکلی داره، یه مقدار از مچ دست انسان بزرگتره. بله. ولی در حدود همچون سایزی هستش و کلیه چند تا قسمت مختلف داره. این رگ‌هایی هست که خون رو به کلیه میرسونن، این رگ‌هایی هست که خون از کلیه در میارن. وقتی خون وارد کلیه میشه تصفیه میشه و از طریق حالب میاد پایین و خارج بدن میشه، میره تو مثانه تا انسان ادرار بکنه. یه مقدار قده های مختلفی هست که کلیه ها دارن. بله. یکی از قده هایی که خیلی خیلی کامن هست و تقریبا 50-60% از همه مردم دارن، کیست در کلیه هست. این کیسه های آبکی که رو کلیه میبینین اسمش هست کیست. چیزهای خطرناکی نیستش. ما وقتی که مثلا یه سونوگرام کردیم یا عکس برداری کردیم، خیلی موقع این کیست ها رو میشه دید و چیز خطرناکی نیست. بیشتر مواقع کیست احتیاج به عمل هم نداره و میشه فقط ابزرویشن کرد و کاری برای کیست نکرد. بعضی مواقع هست که کیست هایی که توی کلیه پیدا میشن کیست هایی هستن که یه مقدار کامپلکس هستن، یعنی به علاوه اینکه کیسه آبکی باشه ممکنه که کامپوننت های دیگه ای داشته باشن. مثلا ممکنه که دیوارک توی کیست باشه، ممکنه تعداد دیوارهایی که توی کیست باشه زیاد باشه، ممکنه که این دیوارها توش گوش داشته باشه یا حتی رسوب کلسیم کرده باشه. وقتی که این کیست ها اینجور چیزا رو دارن، یعنی فقط آبکی نیستن بلکه دیواره و چیزهای دیگه دارن، اون موقع است که ما نگران این میشیم که ممکنه این کیست ها توشون سرطان باشه. بله. و هر چقدر کامپلکسیتی این کیستا بیشتر باشه چانس سرطان هم بیشتر میشه. بله. بعد یه نوع قده های دیگه هست تو کلیه پیدا میشه به اسم انجیو مایولایپوما. این قده ها قده های سرطانی نیستن ولی قده های چربی هستن. این قده های چربی اصولا صدمه ای به بدن نمیرسونن مگر اینکه این خیلی بزرگ بشه و وقتی این قده ها زیاد رشد بکنن یا کلیه رو از بین میبرن یا یک دفعه این رگ هایی که تو این قده هست باز میشه، خونریزی شدید میکنه و این خیلی برای زندگی یک مریض خطرناکه. برای همین کسایی که قده های چربی دارن، اگه قده های چربیشون از یه سایزی بزرگتر باشه خیلی مهمه که حتما عمل بشه. و بعدم میریم سرطان های کلیه. سرطان های کلیه قده هایی هستن که سرطانی هن. و یعنی چی؟ یعنی سرطان قده ایست که از یک جایی شروع میشه، حالا در مورد کلیه از تو کلیه شروع میشه و این سرطان وقتی از کلیه شروع میشه میتونه مسافرت بکنه، از کلیه در بیاد به جاهای دیگه کلیه بزنه، به جاهای دیگه چیز بره، به اصطلاح بره توی خون یا بره تو سیستم لنفاوی، بره توی ریه، توی مغز و پخش بشه. قده هایی که این کپاسیتی رو دارن که پخش بشن قده های سرطانی هستن و قده های سرطانی تو کلی هم وجود داره. اینا خیلی چیز خطرناکی هستن و حتما باید به درمان برسن. اینجا اینطوری که میبینین این کلیه معمولیه، اینجاست که سرطانی شده، این قسمت سرطانی کلیه هستش. این هم دوباره یه عکس دیگه هست که اینجاها کلیه معمولیه، یعنی چیز بدی نداره ولی این قسمتش سرطانی شده. در امریکا سرطان کلیه دهمین کامن ترین سرطان
مردها و خانم‌ها هستش. تقریبا 61,000 کس در امریکا سالی سرطان کلیه میگیره. از این 61,000 نفر 38,000 تاشون مردن، 23,000 زن هستن. و از این 61,000 نفر تقریبا 14,000 نفر زندگیشون رو به سرطان کلیه از دست میدن و بقیه با عمل با یا درمان‌های دیگه میشه نگهداری کرد و سیف کرد. شما پرسیدین که از نظر سرطان کلیه چه چیزایی ممکنه که سرطان رو ایجاد بکنه. بله. دلیلش اینه که جوابش اینه که بیشتر مواقع ما نمیدونیم که چرا سرطان کلیه به وجود میاد. بله. ولی میدونیم که کسایی که سیگار میکشن، کسایی که یه مقدار وزنشون بالاست، اونایی که فشار خون دارن یا اونایی که خانوادگی یه کسی دیگه شون در خانواده سرطان کلیه داشته، اینا ریسک سرطان کلیه رو بیشتر میکنه. بله. در ضمن بین مردها تا زنها تقریبا 1.5 برابر ریسک در مردها بیشتر در تا خانمها. بله. از نظر عمل سرطان کلیه یا هر عمل کلیه‌ای، یا عمل باز میشه کرد یا لاپاراسکوپی. اگه عمل باز بکنیم که شکاف بزرگی قرار میگیره که وارد بدن بشیم، اگر لاپاراسکوپی انجام بشه شکاف‌های کوچیکی انجام میشه، دوربین ما وارد بدن انسان میکنیم و عمل با دوربین انجام میشه. بله. و الان هم یک استپ از اون جلوتر عمل با ربات هست که بله. عمل با ربات یه نوع عمل لاپاراسکوپی هست ولی با طریق دستگاه ربات، که حالا اونم فیلماشو یه چند دقیقه دیگه میتونیم نشون بدیم. بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. اصولا مناطق یا آب و هوا تأثیری در به وجود آمدن این بیماری داره یا نه؟ آب و هوا نداره، ولی بعضی از کشورها هستن که تعداد سرطان کلیهشون بیشتر تا کشورهای دیگه. اونو به نظر میاد که بیشتر به دایت ربط داشته باشه تا آب و هوا. پس همون لایف استایل. لایف استایل دقیقا. بله. بله. خب اون وقت بله. چه غذاهایی آقای دکتر باعث میشه که این بیماری بیشتر تو... الان ما نمیدونیم. البته همونطور که گفتیم کسایی که یه مقدار سنش چیزشون به اصطلاح اوبیس هستن یا وزنشون بالاتره، بله. تا یه حد این ریسک چاقی‌های غیر چاقی، بله، این ممکنه که سرطان کلیه ایجاد بکنه. بله. در زن اصولاً غذاهایی که پروسست هست، یعنی غذایی که فروزن شده یا فرض کنیم توی کیسه میاد توی بله. کن میاد، چیزایی که مواد شیمیایی به این غذا اضافه فرش شده نیست. فرش نیستش. بله. هر سرطانی رو تا یه حد بیشتر میتونه بله. ایجاد کنه و درسته. کشورهایی که یه خورده پیشرفته ترن اصولا غذای پروسس بیشتر توشون هست تا کشوری که خود عقب افتاده هستن. همینطوره. بله. بله. آقای دکتر، سن تأثیری داره در این بیماری؟ داره. آیا ممکنه مثلا نوجوانها یا بچه‌ای که نوزادی که به دنیا میاد با این بله. مشکل باشه؟ بله. توی اطفال، توی بچه‌هایی که بله. زیر 5 سال هستن کامن ترین سرطان کلیه هستش. البته بعد از سرطان خون، ولی سرطان کلیه خیلی زیاد پیدا میشه. بله. بعد که از اون سن میگذره تا تقریبا سنهای 55-60 سال ریسک سرطان کلیه کمتره، بعد دوباره از 55-60 دوباره بیشتر میشه. بله، بسیار سپاسگزارم. بله. آقای دکتر، من به توصیه هموطنان عزیز از من خواهش کردن که هموطنان رو زودتر بیارم روی ایر که سوالاتشون رو بکنن. من خیلی شرمنده شدم از دفعه پیش. خب ما خیلی خطامون شلوغ بود و ظرفیت برنامه‌مون یک حدی هست. اگر مایل هستید هم اکنون تلفن تلویزیون پارس روی تصویر هست. خیلی خوشحال میشیم هم من هم آقای دکتر که آقای دکتر سوال جوابگوی سوالات شما عزیزان باشن. حالا تا لحظه، تا اون زمانی که شما تشریف بیارید، من سوالاتم رو ادامه میدم. بله، بفرمایید. خب آقای دکتر، شما یه سوالی کردین، گفتین که بله، علائم سرطان کلیه بله. چیه؟ مرسی. متاسفانه سرطان کلیه علائمی نداره آه. تا وقتی که خیلی پیشرفته بشه. بله. و متاسفانه وقتی پیشرفته میشه اون موقع
درمان خوبی سرطان کلیه نداره. یعنی حتی تو ادرار مثلا خونین شدن بله. ادرار اینا هیچ گونه علائم نمیتونه باشه، اصولا نیستش. یعنی ممکنه که خون تو ادرار باشه ولی خونی نیستش که خود انسان بتونه ببینه، یعنی میکروسکوپیک هستش. برای همین کسایی که مثلا دکتر سالی یه رفع دو سالی رفع میبینن، همیشه دکترهای داخلی یه امتحان ادرار میکنن. توی امتحان ادرار با اینکه خود ادرار ممکن رنگش درست باشه، زیر میکروسکوپ اگه خون توی ادرار پیدا بشه، این خون در ادرار میتونه صدها چیز باشه، ولی یه دونه چیزی که میتونه باشه سرطان کلیه هستش. بله بله. برای همین اصولا کسایی که خون در ادرارشون پیدا میشه زیبا شاه ولایتی، معرف متخصصین برگزیده جامعه ایرانی در برنامه تلویزیونی جهان زیبای ما، تخصص و خدمات خود را از تلویزیون 24 ساعته پارس به ایرانیان سراسر جهان معرفی می کند. برای تعیین زمان شرکت در برنامه جهان زیبای ما با تلفن 714-606-1515 و یا فکس 714-974-9799 و یا www.zibast.com تماس بگیرید. زمان پخش برنامه جهان زیبای ما دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب. www.zibast.com. طرقی که شما تشخیص میدید برای بیمارتون، برای چه نوع بیماری؟ برای همین سرطان کلیه رو داریم میگیم. سرطان کلیه، بله. بله. سرطان کلیه، ببینین، اول از همه این روزها بیشتر مواقع سرطان کلیه که پیدا میشه به موقع پیدا شده. چرا؟ برای اینکه حتی وقتی علائم سرطانم نیست، خیلی ها هستن که علائم دیگه ای دارن که دکتر وادار میکنه به عکس برداری و تست های دیگه. مثلا یه کسی ممکنه بیاد به که من اینجای شکمم درد میکنه، بعد دکتر میگه خب من میفرستم یه عکس برداری، عکس برداری میکنم، یعنی اونجای شکمش اشکالی نداره ولی تو کلیه یه قده کوچیکی پیدا شده. برای همین این روزها خیلی بیشتر مواقع سرطان کلیه وقتی پیدا میشه که هنوز علائمی که ربط به سرطان کلیه داره نیستش. اینجور مریض ها بهترین روش درمان روش عمل کردنه، چون کلیه اینطوری نیستش که مثلا بشه رادیشن کرد یا با دوای کیموترپی سرطان کلیه رو از بین برد. کلیه رو به کلی بر میدارید؟ اصولا دو تا آپشن هست، یکی اینه کلیه به کل در بیاد، یکی اینه که اون قسمتی که سرطانی شده در بیاد. این خیلی فرق چیز داره، بستگی داره به یه مقدار مسائل دیگه، مثلا سایز اون قده چقدر باشه. اگه خیلی بزرگ باشه بعد کلیه به کل در بیاد، اگه کوچیک باشه و یه جایی کلیه قرار گرفته باشه که بشه درش آورد، اونطوری در میاره. بعد از در آوردن کلیه یه دونه کلیه براش میمونه برای اون پیشنت؟ یه کلیه میمونه برای اون. یکی چه کار میکنید؟
ببینین همین این روزا هستن که خیلی‌ها یه دونه از کلیه‌شون رو دونیت میکنن به یه کس دیگه، و اون کسی که کلیه‌شو دونیت کرده زندگی کاملش رو داره، بله. هیچ اشکالی هم پیدا نمی‌کنه، زندگی خوبه. یعنی با یه دونه کلیه میشه زندگی کرد. میشه با یه کلیه زندگی کرد. البته اگه سالم باشه. دقیقاً. اگه سالم باشه میتونه زندگی کنه. و اون هدف ما هم اینجا اینه که ببینیم آیا اون یکی کلیه سالم هست یا نه، بله. و در ضمن اگه بشه که اون کلیه هم که سرطان داره رو یه جوری سیو کرد، بله. سعی میکنیم که نگهداریش. بله، بسیار سپاسگزارم. بینندگان گرامی، امشب با حضور آقای دکتر سروش رامین عزیز در برنامه جهان زیبای ما هستیم، در رابطه با سرطان کلیه صحبت میکنن. ولی هر سوالی که شما دارید در رابطه با سرطان یا بیماری های پروستات، مجاری ادرار، فتح و کلیه، میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. بسیار سپاسگزارم. خب آقای دکتر، این مشکلات کلیه چه اثراتی رو بقیه اعضای شکم میذاره؟ اصولا سرطان کلیه اگر خیلی بزرگ نباشه که اثری نمیذاره، ولی اگه خیلی بزرگ شده باشه اون موقع ممکنه که روی اون ارگان هایی که دور کلیه هستن اثر بذاره. مثلا بعض موقع هستش که این سرطان رشد میکنه و حمله میکنه به کبد، یا رشد میکنه میره توی روده ها. بعض موقع هست انقدر رشد میکنه که اون روده رو میبنده، از بیرون فشار میاره، نمیذاره که آدم راحت غذا بخوره، بله. و مریض وزن از دست، بله. آقای دکتر خطا پر شده، با اجازتون. جانم، درود بر شما، بیننده گرامی با شما هستیم. یه سال داشتم برای دکتر. بفرمایید. من هر سال که میرم دکتر یورولوژیستم میبینم، تست پی اس ای که میدم پارسال 3 بود، امسال 2.79 بود. بعد میخواستم ببینم، میگم که زیر 4 تقریبا نرماله، ولی جریان چجوری که این پیسه میره بالا و پایین؟ شما چند سالتونه؟ 54 سالم. 54 سالتونه. اشکال ادراری دیگه ای ندارین؟ نه، بر همین بعض شبا دوبار باید برم دستشوی. دکتر یورولوژیستتون از طریق رکتوم سایز پروستاتتون اندازه نگرفته؟ چند سال پیش چیز انجام دادن، دکتر دادن، یکیشون بزرگه، ولی هر سال که میرم که اون رکتوم انجام میده. اوکی. بعد الان چند ساله که پی اس ای تون تو همین رنج 3 مونده؟ تقریبا 4 ساله. اوکی، من با اجازه هاشون. بله، خواهش میکنم، گوش کنید. مرسی. اوکی، اول از همه برای یک مریضی که یا یک آدمیزادی که از سن 55 به پایین داره، پی اس ای بهتره که از 2.5 کمتر باشه. وقتی از 2.5 بالاتره، یه مقداری ما رو مشکوک به سرطان پروستات میکنه. بله. فوق، حالا مال شما بوده بین 2.75 تا 3، این خیلی تا 2.5 فرقی نداره، در ضمن چون ثابت مونده و در مرور زمان بالاتر نرفته، این هم خودش یه نشونه خوبیه که به احتمال قوی سرطان تو پروستات شما نیستش. این سوالتون که چرا پی اس ای یه خورده بالا پایین میره، خیلی چیز اشتباهی نیستش. ببینین، بین 3 و 2.75 فقط 0.25، یعنی ممیز 25% فاصله هستش، که یه مقدار مثلا اگه لابراتوری تا لابراتوری فرق داره، دستگاهی که استفاده میکنم ممکنه این موقع این چیز رو نشون میده، دیفرنس رو نشون میده. بعض اون موقع به خاطر اینه که ممکنه پروستاتون دفعه پیش خورده تورمش بیشتر بوده، حتی اگه مثلا آدم یه مقدار اکتیویتی نزدیکی زیادتر کرده باشه، تا یه حد پی اس ای میبره بالا. برای همین خیلی بالا نیست، خیلی فرقش زیاد نیست که بگیم که چرا یا اینطوری شده، تقریبا تو همون رنج مونده و نگرانی زیادی اینجا نداره. فقط من به شما توصیه میکنم که از دکتر یورولوژیستتون یه ریکوست بکنین که از طریق رکتوم یه آلتراساندتون بکنه، سایز پروستاتتون رو اندازه بگیره. بی نهایت سپاسگزارم. جانم، درود بر شما، با شما هستیم. الو. جانم بفرمایید. درود به شما و جناب دکتر. من یه سوال داشتم. یه اتفاقی در آلمان افتاده برای خانمی که حدود 52-53 سال بوده.
بله. تشخیص دادن که هر دو کلیه پر سیسته و باید هر دو رو برداشت. و متاسفانه این اتفاق افتاده. من واقعا فقط میخوام ببینم که آیا این تصمیم گیری درست بود که هر دوتا رو بردارن؟ نمیشد به صورت یکی رو حفظ کرد و ترمیم داد به هر وظف بله دیگر. خیلی متشکرم، اگر منو راهنمایی کنید. چشم، مرسی خانم. این اشکالی که داشتن به احتمال قوی اسمش هست Adult Polycystic Kidney Disease، متاسفانه این یه اشکالی هست که خیلی به ندرت اتفاق میفته، ولی در مورد زمان کلیه پر کیست های مختلف میشه و کلیه از کار میفته و انقدر بزرگ میشه این کلیه با این کیست هایی که داره، انقدر بزرگ میشه که روی ارگن های دیگه تو بدن فشار میاره، اذیت میکنه، هی عفونت میکنه، خونریزی میکنه و این به خاطر این موضوع این کار رو میکنن، کلیه ها رو در میارن و مریض کاندید این میشه که در آینده براش یک کلیه چیز بکنن، ترانسپلانتیشن بکنن. خیلی موقع هست که کسایی که همین پالیسیستیک کیدنی دیزیز دارن تا موقعی که کلیه هاشون رو در نیارن کاندید ترانسپلانتیشن کلیه جدید نیستن. برای همین من فکر کنم، من البته خوب نمیشناسم میشونو، ولی بله، به احتمال قوی کار درستی براشون کرده. بله، بی نهایت سپاسگزارم. جانم درود بر شما، با شما هستیم. الو جانم بفرمایید. الو سلام علیکم. درود بر شما. من از خانده خدمتون و امزانم. من حدود 10 ماه پیش سرطان کلیه در سمت راست داشتم، توموری بندازه 1.8 قسمت پایینی کلیه سمت راست بود که این رو به طور کامل با لاپاروسکوپی خارج کردم. بعد هیچ علائمی هم قبلش نداشتم و بر حسب اتفاق این تومور پیدا شد، یعنی مشاهده شد و این رو در آوردم. از اون موقع تا به حالم تا حالا دوبار سونوگرافی کردم، جی اف آر و کراتین و اینا رو هم بررسی کردم، همه چیز نرمال و مساعد بوده و هیچ علامت دیگه ای هم تا به امروز من ندارم. باید مخواستم ببینم که این سرطان هم اصلا سرطان نوع 2 تصور میکنم بود بعد از اینکه آزمایش کردم. میخواستم ببینم که آیا چانسی هست که اون سرطان دوباره برگرده یا من کار دیگه باید انجام بدم. چشم. شما، من دوتا سوال دارم ازتون. چند سالتونه و چند ماه پیش این عمل کردین؟ من 67 سالمه، 10 ماه پیش این عمل کردم. آها، هنوز کتسکن براتون نکردن؟ کتسکن قراره، گفتم در سالش کتسکن یعنی در ماه مارچ. تا این پریود دوبار سونوگرافی کردم. درست، بله، من جواب شما رو میدم. خیلی ممنون. به نظر من دکتر شما خیلی خوب از شما تکر کرده، عملی که کرده به نظر منم درست بوده و هر چند ماه یه دفعه هم سونوگرام کردن که درسته. سر یک سال مینیمم، سر یک سال باید حتما کتسکن رو بکنن براتون. من اصلا رو مریضام هر 6 ماه یه دفعه کتسکن رو میکنم برای 2 سال اول، ولی سالی یک بارم اوکیه، کافیه. و چیزی که شما باید بدونین اینه که ریسک برگشت یه همچین سرطانی کمتر از 5%، مخصوصا اگر اون بوردرها، اون جاهایی که برش دادن، همه چیز تمیز بوده و سرطان چیزی نمونده. این اسمش از مارجینز، اگه مارجینزتون، مارجین ریسکشنتون کلیر بوده، این نشونه خیلی خوبیه که همش در اومده و ریسک برگشت خیلی خیلی کمه، کمتر از 5%. در از اون کاری که دارم براتون میکنم کار درستیه. بسیار. شما هم کار به خصوصی تو این کار به خصوصی نیستش که بتونین بکنین، چربی کم بخورین، دواهای موترین، ادویل، اینجور چیزا رو نسبتا کم بخورین و دنبالش رو بگیرین، حتما دکترتون رو ببینین که کتکن و اینا رو براتون بکنه. تا 5 سال اول مهمه اقلا سالی یه رفع کتکن بکنه. بله، بی نهایت سپاسگزارم. جانم درود بر شما، بیننده گرامی با شما هستیم. خواهش میکنم به تلفن دستی من زنگ نزنید برای که ما رو ایر هستیم. خیلی ممنونم. بفرمایید عزیز.
با شما هستیم. الو، الو جونم بفرمایید. جانم بفرمایید. خیلی ممنون برای برنامه‌تون. یه سوالی داشتم راجع به بادفتر. 6 ماه پیش بادفتر گرفتم، خواستم اینا باید حتما عمل بکنم یا نه. یه سوال دیگه من اینه که سکس زیاد ضرر داره به بادفتر یا نه؟ بله. اوکی، شما چند سالتونه؟ 4 سال. بله. چند سال؟ 64. بله. اوکی. بله. من شما این فتختون درد داره یا درد نداره؟ برآمدگی داره اندازه یه دونه گردو. اوکی، میتونین فشارش بدین دوباره بره تو؟ با وقتی فشارش میدین برمیگرده تو دوباره؟ میگرده تو، اما بلش میکنم دوباره میاد بیرون. اوکی. و اگه چیز سنگین بلند کنین درد میگیره یا نه؟ نه، درد نمیگیره. بعد این موقع یه دردی کوچیک تو بیزم خیلی کوچیک میگیره. اوکی، من بله. جواب شما رو میدم. خیلی ممنون، مرسی. اول از همه کسایی که فتق دارن خیلی موقعها احتیاج به عمل ندارن. چیزی که شما ببینید اینه که اگر فتق عمل نشه، ریسکش اینه که ممکنه این رودهی که پشت سوراخ فتق هست گیر بکنه و اون بلاد فلو، یعنی جریان خون توی اون قسمت از روده از بین بره و اون قسمت روده سیاه بشه و اون موقع است که این خیلی خطرناکه. برای اینکه آدم بخواد جلوگیری از این کار بکنه، بهتره که فتقش عمل بکنه. ولی ریسک همچین اتفاقی افتادن خیلی خیلی کمه، مخصوصا تو کسایی که مثل ما رو شما اون قلمبه‌ای که دارن دوباره راحت برمیگرده تو و دردی هم ندارین، مثلا چیز سنگین بلند میکنین یا کار مثلا وقتی فعال هستین اذیتتون نمیکنه، درد نمیگیره، میشه که observation کرد. اگه ببینین در آینده داره بزرگتر و بزرگتر میشه، اون موقع عمل بکنین، یا میتونین از قبل به این عمل بکنین که یه مقدار ریسک این incarceration و اینا رو هم بگیره. بعد از نظر سکس هم هر چقدر دوست دارین بیشتر سکس داشته باشین، هیچ ضرری نداره، زندگیتون رو انجوی کنین. نو پرابلم. خیلی ممنونم جانم، درود بر شما. با شما هستیم. الو جانم بفرمایید. من تلفن الان نگاه میکنم، آقای دکتر با خانم داره صحبت میکنه. بله، ما با شما هم داریم صحبت میکنیم عزیزم، بفرمایید. من هم میخواستم بگم که من پروستات من مینوسیتو عمل کردم. بله بله. آجا کردی؟ بله بله، بفرمایید. از کنم پروستات خوب عمل کرده، سوخته، ادرار زیاد میرد. خیلی دکتر رفته هم گفت که این دیگر با چالش اینه که باید عمل بکن، لوله از تو بذاری. عمل کرده، لوله از تو گذاشتن، 10 سال هم کار کرده. بعد 10 سال ما آمدیم کلیفرنیا، الان 15 سال میشه. باز دوباره چکه میکنه، رفتیم یه دکتر ایرانی، اون عمل نمیشه چون همه لوله ها چسبیده. به دکتر خارجه رفتیم، گفت میشه، لوله گذاشته، بعد گفته که آره عمل کرده. دفعه اول گفت دست که کار نمونه، دست دوم عمل کرده، بعد دوباره خوب پروستات باز چیز میکنه. بله، سوالتون رو بفرمایید. بله، سوالتون همینه؟ آره جیرم. بله، گوش کنید عزیزم. بله. مرسی. ببینین، من شما اشکالی که شما دارین فرق داره تا خیلی از کسایی که امشب تلفن زدن. اشکالی که شما دارین یه چیزیست که من اینطوری نمیتونم جواب بدم، واقعا باید چک کرد ببینیم که دقیقا برای شما چی کار کردن. به نظر میاد که شما یه چسبندگی تو مجاری ادرارتون داشتین که براتون استنت گذاشتن یا فنر گذاشتن، فکر کنم اینطوری که دارین میگین، ولی این یه چیزی نیست که من بتونم اینطوری جواب شما رو بدم، برای اینکه دقیقا نمیدونم که چه نوع عملایی شده و چه کارهایی تا حالا براتون کردن. اصولا اگه توی مجاری ادرار فنر گذاشتن که الان دیگه کسی نمیذاره، این یه مقدار اشکال ایجاد میکنه و اون فنر رو نمیشه در آورد و عمل کردن رو فنرها اصولا نمیشه این کار کرد. بعضی موقع هست که میشه با دوربین رفت و اونجاهایی که چسبندگی پیدا کرده رو با لیزر سوزوند، ولی تمام اینا تا یه حدی ریسک بی اختیاری ادرار رو بیشتر میکنن. بله، مرسی جانم، درود بر شما. با شما هستیم. سلام،
خانم زیبا سلام. جونم سلام، درود بر شما. زن خیلی خوبی هستی، خیلی زن خوشرویی هستی، خیلی دوست دارم. از دکتر یک سوال داشتم. سوال ما این است خانم، از طرف راست ما پیش بلی بطن ارمیسی ما درد داره، همیشه امرجنسی رفتم، اونا میگه این مسئله است، چرا نمیفهم. این سوال ما رو جواب بدین. با شما میگن در ادراره که خون باشه، برادرم همیتر بود، داداشم، ولی جگرش خراب بود، اسپتال که رفت خون دید در ادرار خود، ولی بعد از 3 روز پس بکن. من دوست دارم لهجتو، از کجا هستی؟ ما بسیار دوست دارم، خیلی مقبول معلوم میشی. آه فهمیدم، خوشری و خوشخوار هستی، بسیار شما بسیار خوشبخت است با این خانم. مرسی عزیزم، میدونم شما عزیزان هموطن افغانی هستید. درود بر شما، I love you. مرسی مرسی مرسی. گوش کنید آقای دکتر. بله بله این اشکالی که شما دارین، ببینین اگر از کلیتون بود، اون موقع توی دستگاه مثلا سونوگرام یا کتسکن نشون میداد که یه اشکالی هستش. یعنی فرض کنیم یک سنگ ممکنه وارد حالب شده باشه و جلوی روش ادرار از کلیه رو گرفته باشه. اگر برای شما عکس برداری کردن و توی کلیتون چیز بدی ندیدن، سنگ ندیدن، هایدرونفروسیس یعنی ادرار توی کلیه گیر نکرده، به احتمال قوی دردی که دارین به کلیتون ربط نداره. خیلی ها هستن که این درد پشتی که دارن که پهلوشون هست به خاطر درد عضلانیه، همونطوری که به شما هم قبلا گفتن. حالا اگه شما میبینین که دردتون اصولا فرض کنین با تکون خوردنه، یا مثلا شب خوابیدین صبح پا شدین درد دارین، بعد یه مقدار که راه میرین دردتون میخوابه، این خیلی نشونه مهمیه که به احتمال قوی به کلیتون ربط نداره، به جاش به عضلات اون پشت ربط داره. یا اگه میبینین که یه جوری بدنتون رو که میچرخونین درد میگیره، اینم باز بیشتر به عضله ربط داره تا به کلیه. خیلی مهمه که حتما عکس برداری ها رو بکنن، مطمئن باشن که کلیاتون سالم. بسیار ممنونم جانم، درود بر شما، با شما هستیم. سلام. سلام. خیلی مشکرم از برنامه خودتون. من باید سه سال داشتم در رفع یورین کانتینس. من پدرم پروستیت سرجری کردن و بخاطر کنسری که داشتم، پروستیت کنسری که داشتم، و الان دچار یورین کانتینس شدم، بیفتری ادراری. خواستم ببینم یا راهی وجود داره برای درمان یا پیشنهاد میکنن. بله بله، من چند تا سوال تندی ازتون بکنم. پدرتون چند سالشونه و عمل باز کردن یا با روباتیک؟ 74 ساله. نه عمل در واقع روباتیک سرجری نکردم، ولی شرط اوپن. چند سال پیش بوده عملشون؟ بله. چند سال پیش بوده عملشون؟ الان 7 ساله. 7 ساله. بله. در طی 24 ساعت چند تا پد یا دایپر بعد عوض کنن؟ هم بین 4 تا 5 تا. اوه آها اوکی اوکی، بذار من جواب شما. مرسی عزیزم، گوش کنید. اوکی ببینین، آره این چاره داره. کاری که بعد کرد، دو تا تست اصولا ما میکنیم، یکی سیستاسکوپی هست، یه دونه یورودینامیکس هست. این دو تا تست ها انجام میشه که ببینیم دلیل بی اختیاری ادرار از چیه. بعد که معلوم شد از چیه، اگر از این باشه که اون عضلاتی که زیر مثانه ضعیفن و از ادرار نمیتونن تو مثانه نگه دارن، دو نوع عمل هست که میشه کرد، یه عمل سلینگ هست، یه عمل آرتفیشل یورینری سفینکتر هست. این دوتا میتونه کمک بکنه که ادرار لیک نکنه. برای کسی که مقدار لیکشون زیاده، که مثلا فرض کنین روزی 4 تا 5 تا دایپر بعد عوض کنن، اصولا عمل سلینگ خوب کار نمیکنه، ولی آرتفیشل یورینری سفینکتر خوب کار میکنه اگه بخوان عمل کنه. بعد اگر دیدیم اون تستاری کردیم و دیدیم که نه، عضلات زیر مثانه قویه، درست کار میکنه، ولی خود مثانه است که اوور اکتیو هست و مثانه میره تو سپزم و ادرار رو میزنه بیرون، اونو میشه با اینجکشن دوای بوتاکس توی مثانه درست کرد. البته کار دیگه هم میشه کرد، یه پیست میکر هست که برای مثانه میزنه به اسم اینترستیم، اونم یه راه دیگه است. اینا همش احتیاج به تست کردن داره و ممکنه که به عمل برسه. و اگه پدرتون انقدر اذیته که
حاضر این کار رو بکنه، اینا رو دکتر یورولوژیست میتونن انجام بدن و کمکشون کنن. بسیار ممنونم جانم، درود بر شما، با شما هستیم. روی خط هستم. بله خانم بفرمایید. خیلی متشکرم از برنامه بسیار خوبتون. بفرمایید عزیز. من مدت 2 سال بود که خیلی راحت بودم، ولی الان از دسامبر آن 2 دفعه ناراحتی ادرار پیدا کردم. بله. و آنتیبیوتیک خوردم، آنتیبیوتیک که تموم شد مجددا بعد از 20 روز 2 مرتبه این آیا ممکنه از کلیه باشه یا علتش ممکنه؟ بله بذار من چند تا سوال از شما بکنم با اجازه. اول از همه چند سالتونه؟ چه سوال سختی میکنیم. بله بفرمید عزیزم. من الان 76 سالم. شما چیز بی اختیاری ادرارم دارین؟ نه یاره. نه گفتن نه. بله. شبا چند دفعه میرین دستشویی؟ سه دفعه. بعد توجه کردین که از پایین از طرف واژین چیزی داره میزنه بیرون یا نه؟ نه. آها. و دکتر یورولوژیست هنوز ندیدین؟ چرا 2 سال قبل دیدم، ولی آها. بعد از 2 سال دیدم راحت بودم. آها. اینا تمپراری شد که به وسیله تلفن دوای آنتیبیوتیک رو گرفت. بله بله. اوکی بذار من جواب شما. مرسی خانم، گوش کنید. اصولا توی خانم ها وقتی که هی تکرر عفونت میشه، اگه واقعا عفونت باشه، برای اینکه بعضی موقع علائم عفونته ولی عفونت نیست، اگه واقعا از عفونت ممکنه به خاطر افت مثانه باشه به اسم پلویک پرولپس، که اون مثانه خودشو شروع میکنه از واژین زدن بیرون، یا حتی رحم ممکنه خودشو بزنه بیرون، این اسمش از پلویک پرولپس، یا ممکنه به خاطر این باشه که لایه اون چیز میوکوسای واژین خود چیز میشه، ضعیف میشه یا نازک میشه و باکتری راحت از اونجا وارد مثانه میشه. اینا رو با پماد استروژن تا یه حدی میشه درمان داد، و اگر این واقعا زده باشه بیرون، عملهایی هست که با ربات هم میشه کرد که همشو سر جاش گذاشت. البته دلایل دیگه هم داره، ممکن است کلیتون باشه، اگه مثلا سنگ توی کلیتون باشه، این خود این سنگ تو کلیه میتونه هی عفونت ایجاد بکنه، یا حتی اگه سنگ تو مثانه‌تون باشه همچین اتفاق میفته. اگه تو حالب چسبندگی باشه یا یه چیزی باشه که اجازه نمیده که ادرار درست از کلیه به مثانه برسه، اونم عفونت میتونه ایجاد بکنه. برای همینه که خانم هایی که زیاد عفونت میکنن بهتره که عکس برداری کلیه مثل کتسکن یا آلتراسان بشن، یک پلویک اگزم هم بشن و در ضمن سیستاسکوپی هم بشن تا ببینیم که چرا این اتفاق افتاده. بی نهایت سپاسگزارم، شما کلیپ دارید که نگاه کنید، همه ما بیاموزیم. ولی آقای دکتر با اجازتون میخواستم بگم که یک بانوی بسیار زیبا معروف و که هنوز خاطراتش در قلب ملت ایران هست، در برنامه گذشته با من تماس گرفتن و این چندمین باری بود که صدای نازنینشون رو میشنیدم و این افتخار رو داشتم باشون صحبت کنم. ایشون گویا با شما نسبت دارن، سرکار خانم پوری بنایی هست. بله. و یکی از هنرمندان بسیار مورد علاقه من، که چه خاطراتی داشتم از نوجوانی که در می رفتیم از مدرسه و می رفتیم فیلماشون رو نگاه می کردیم. یادشون رو گرامی می داریم و همیشه به یاد سرکار خانم پوری بنایی هستیم و خیلی برنامه شما رو دوست داشتن، سلام بسیار رسوندن و متاسفانه برنامه دوباره پخش بود و گفتم که به هر حال حتما با آقای دکتر تماس بگیرید باشون صحبت کنید. میگفتن که خیلی برنامه‌تون خوبه. از اینجا بهشون درود میفرستم اگر شما پیامی دارید. منم درود بهشون میفرستم. من پوری جان خیلی دوست دارم. خیلی بله. البته از موقعی از ایران بری من ندیدمشون، یه دفعه اومدن اینجا. بله. و متأسفانه من نتونستم ببینمشون. منم ندیدمشون. با هم صحبت کردیم. بله. خیلی میسش میکنم و بله. واقعا خانم حالا من ازشون خواهش کردم که این دفعه تشریف آوردن حتما منو خبردار کنن که در اورنج کانتی ازشون پذیرایی کنیم، چون ایشون واقعا
یک هنرمند بسیار خوبی هستن، هم از نظر متانت، وقار و یک بانوی ایرانی، هم از نظر هنرمندیشون. میبوسمتون، خیلی شما رو دوست میداریم. خب آقای دکتر، این تصویر رو اگر نشون بدید که خیلی ممنون میشیم ازتون. آقای دکتر خیلی من خوشحالم، احساس خوبی میکنم که تلفن ها رو شما جواب دادید، چون یک بار سنگینی بود. من به هموطنانم بسیار ارادت دارم و ممنونم از شما. خب حالا میخواییم بریم روی تصویر کامپیوتر من. بله بله، مرسی. این کلیه است. آره الان رو تصویره. بله این، آره این کلیه است. الان چربیه که رو کلیه هست داره با طریق ربات برداشته میشه. بله. ایشون یه مریضی هن که یه سرطان کلیه کوچیک دارن. بله. و به جای اینکه کلیه رو من به کل در بیارم، کاری که میکنیم اون قسمتی که سرطانی شده رو پیدا میکنیم و فقط اون قسمت در میاد و بقیه کلیه سر جاش میمونه. بله. الان اینجا اوائل عمل جاییست که فعلا چربیه که رو کلیه هست باید برداشته بشه که اون جای سرطانی پیدا بشه. بعد از اینکه این قسمت عمل شد، حالا من میرم روی یک تصویر دیگه ای ببینیم قده رو میتونم من زودی نشون بدم یا نه. این هنوز چربیه به علاوه یه مقدار چیزایی که رگ‌هاییست که اینا رو داریم می‌سوزونید؟ آره، جاییست که بعد سوزش پیدا بکنه که خونریزی نکنه که ما بتونیم سیف به اون قسمت سرطانی کلیه برسیم. بله. و این وقتی که با ربات یا با لاپاراسکوپی این عمل انجام میشه، خیلی مهمه که این رگ‌های اصلی کلیه پیدا بشه. رگا رو ما تمپوری موقتی می‌بندیم که خیلی خون نیاد که بشه اون سرطان از تو کلیه در آورد. آره تو این الان با رباتیک هست یا؟ آره این الان با رباتیک. بله. اینا دستای اینا همه اینسترومنت های رباتی که من کنترل می‌کنم. بله. اول اونطوری انجام، یعنی در واقع دستای شماست آقای دکتر. بله، برای اینکه این بدون بدون دانش شما ایشون نمیتونه حرکت کنه. خود ربات که تکون نمیخوره. بله میگم بله. بله. مرسی. اینا در هر صورت چیزه، این چربی ها داره هی برداشته میشه تا اون قسمتی که سرطانی باشه واضح بشه توی کلیه و بعد که پیدا شد اون قده رو من در میارم. این چیز سفیدی که اینجا میبینین، این قده سرطانی اینجا قرار گرفته. بله. اوکی، حالا ببینیم اگه یه آقای دوتو بعد از چه مدتی تبدیل به سرطان میشه این قده ها؟ از موقعی که شروع بشه سرطانی هستن. اینا چیز نیستش. اوکی. این طوری نیستش که آیا عمل... اگه زودتر متوجه بشید شما یا پیشنت بره. عمل بشه بهتره یا اینکه بمونه؟ هر چقدر زودتر پیدا بشه بهتره. ببینین این لامپی که اینجا میبینی از کلیه زده بالا. بله. این قده سرطانی کلیه است. الان کاری که من دارم میکنم اینه که این قده ها رو دارم از بقیه جدا چیز جدا میکنم. البته کلیه خیلی واسکولار، یعنی رگای خون خیلی زیاد داره. با اینکه حتی تمام شاهرگ اصلی رو میبندیم هنوز از توش خون در میاد. البته مقدار خونی که آدم دست میده زیاد نیست، ولی ببینین الان این تیک قده داره از بقیه کلیه برداشته میشه. اینجا رو میبینین این قده سرطانیه. بله. و بقیه کلیه هم چیز سر جاشه. بله. این یواش یواش اینطوری برداشته میشه و یه جوری هم باید برداشته بشه که هیچ قسمت سرطان نمونه توی کلیه. بله. یعنی تمیز میکنید کاملا. بله. بعد تمیز. بله. کامل برداشته. اون وقت آقای دکتر بعد از چه مدتی دوباره چک میکنید که این خدای نکرده بر نگشته باشه؟ سه ماه، شش ماه. آها. نه ماه، یک سال، همینطوری برای پنج سال آینده هی چک. آقای دکتر الان بینندگان که شاهد این برنامه هستن و مطمئنم که شک و تردید دارن، میگن ای بابا من نکنه من هم خدای نکرده این بیماری رو داشته. بله. باشم، چه آزمایشات ادرار و خون کافیه که متوجه بشن که کلیهشون خوب کار میکنه؟ آزمایش ادرار خون برای فانکشن کلیه خوبه. بله. اونایی که میخوان برای سرطان چک کنن بعد عکس برداری کنن، ولی این چیز نیست که ما
هر کسی که نگران باشه رو بخوایم سر عکس برداری کنیم که نمیشه این کارو کرد. ولی اگه یه مقدار علائم دردی مثلا بدنشون درد میکنه، شکم درد کدوم میکنه، کدوم قسمت بدن اگه درد بگیره آقای دکتر؟ اصولا اگه شکم درد میگیره یا این پشت درد میگیره، اون موقع است که ما میفرستیم برای عکس برداری، که بعضی مواقع ممکنه سرماخوردگی هم این درد رو ایجاد کنه. آقای دکتر بی نهایت سپاسگزارم، برنامه بسیار پربار مثل همیشه. من میخواستم پیام‌های هموطنانم رو تقدیم حضور شما بکنم که واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی هستید، دستتون درد نکنه و چقدر شما خدمتگزار هستید، کارهای خوبی انجام میدید و خدمت میکنید به هموطنانتون و به بشریت. من از شما تشکر میکنم که زحمت میکشید در این برنامه شرکت میکنید و از طرف هموطنان عزیز به شما میگیم خیلی دوستتون میداریم. لطف دارین، خیلی ممنون، متشکرم. مرسی. اگر پیامی دارید به هموطنان میتونید آقای دکتر، بسیار ما یه کوچولو وقت داریم. پیام من اینه که از همه چیز مهمتر اینه که از نظر سلامت انسان آدم صبر نکنه تا مریض بشه و بعد بره دکتر ببینه. ببینین دکتر داخلتون رو، ببینین سادی یه دفعه دو دفعه بذارین چکاپو بکنین. اگر اشکالی باشه زودتر پیدا بکنن. خیلی ممنون، مرسی. همه سالم ببینن. عالی، بسیار سپاسگزارم.